بینندگان عزیزم، دکتر فرناز زنده دل روانشناس بالینی هستم در خدمت شما عزیزان. امیدوارم که سلامت و پایدار باشین. تشکر میکنم از استقبالتون از برنامه های من و یادآوری میکنم به همه شما عزیزان که از طریق شبکه های اجتماعی یوتیوب و فیسبوک میتونید برنامه های من رو مشاهده بکنید. برنامه امروز رو با یک داستانی شروع میکنم و مطلب برنامه راجع به اینه که چگونه مبارزه کرد با مردی که زورگو هستش. این هفته راجع به مرد زورگو صحبت میکنم، هفته آینده راجع به خانم زورگو. خانومی 46 ساله این چنین میگفت: من با عشق ازدواج کردم و صاحب 3 بچه شدم. با مردی که پرخاشگر، ایرادگیر، سختگیر و تقریبا دیکتاتور که مدام به من و به بچه هامون بدرفتاری میکنه و حتی ما رو تهدید میکنه اگه وقف مراد او رفتار نکنی. ولی وقتی به حرفهای زورگویی او گوش میدیم، با محبت و صفا با ما برخورد میکنه و وانمود میکنه ما رو فوق‌العاده دوست داره و ما براش مهم هستیم. پس از چند ساعت یا چند روز دوباره بهونه‌ای برای ایرادگیری و خشونت پیدا میکنه و متاسفانه با عصبانیت و بدرفتاری با ما برخورد میکنه. از جملاتی استفاده میکنه که هممون رو میلرزونه. جملاتی مثل خدمت فلانی میرسم، با خاک همتون رو یکی میکنم، نظر اون روی من بالا بیاد، نشونت میدم چی سرت میارم. به فرزندان خود هم با تهدید برخورد میکنه هر وقت نمیشنوه یا احساس میکنه به او احترام نمیذارن. زن با گریه التماس از او میکنه که مراجعه به دکتر بکن، دارو نیاز داری. از مرد میپرسه چجوری دلت میاد با بچه های خودمون بدرفتاری کنی و کمک نگیری وقتی نیاز به کمک داری؟ آخه قلب و رحمت کجا رفته؟ خانم میگه من مادر بچه های تو هستم. چجوری دلت میاد اینطور با من و بچه های عزیزمون تا این حد بدرفتاری کنی؟ مرد جواب میده من مشکلی با هیچ کس ندارم به غیر از تو و بچه هامون. اقوام من عاشق من هستن و من رو روی سرشون میذارن. متاسفانه این مرد خودشیفته در خانواده‌ای بزرگ شده که انقدر تحت توجه قرار گرفته و احساس کرده احترام براش قائل بودن که همین توقع رو از همسر و از فرزندان خودش داره. یعنی در حقیقت یادش رفته که وقتی که بچه بوده، وقتی نوجوان بوده، وقتی مسئولیت نداشته، در خانواده بزرگ شده که واقعاً گیرنده بوده، برای اینکه تمام فامیل بهش توجه میدادن، عشق میدادن و بدون شرط و شروط دوستش داشتن. این باعث شده به قدری این شخص توجه گرفته و مطرح بوده و مهم خودش رو تجربه کرده که یادش میره که وقتی ازدواج میکنه و صاحب بچه میشه نقش کامل عوض میشه. دیگه باید بتونه اون هم گیوینگ باشه و بخشنده باشه و رابطه میشه گیو اند تیک، یعنی میدی و میگیری. دیگه این شخص که در دوران انگار تا حدی کودکی و نوجوانی خودش گیر کرده که همه باید به قول آمریکایی‌ها کیتر بکنن یا باید تمام خواسته و نیازهاشو برآورده بکنن و چیزی هم ازش نخوان. و جالبیش اینه اینجور اشخاص اگر همسرشون یا بچه هاشون خواسته هایی ازش داشته باشن ممکنه احساس بکنه که
اونها دارن بهش زور میگن، در صورتی که ممکنه خواسته های بسیار طبیعی باشه، مثل محبت، مثل اینکه حضور این شخص داشته باشه، مثل اینکه این شخص باهاشون جایی بره مثل دیزنی لند، و اینها طبیعی میتونه باشن، غیر منطقی نیستن، ولی برای این شخص، برای اینکه یک عمر گرفته و نیازی نبوده که بخشنده باشه، خیلی براش سنگینی موضوع براش سنگین به قول معروف میگن تموم میشه و نمیتونه هضمش بکنه و نمیدونه چه کار بکنه با این موضوع. و اینم یادتون باشه، سنت گذشته ما هم توأم با این درگیری، برای اینکه بیشتر از مردها از زمان کوچکی یاد میگیرن که مرد باید قوی باشه، مرد باید تا حدی حرفش واقعا قبول بشه، پذیرایی مردم برای حرفش داشته باشن، خشونت ایرادی نداره، جزو مرد بودنه، زنه که باید لطیف باشه و باید پذیرایی داشته باشه و حرف مرد رو قبول بکنه. بنابراین این اشخاص جمله ای رو استفاده میکنن که گربه رو دم حجله باید فکر کنم میگن کشت یا همچین چیزی، خودتون شما بهتر از من این جمله رو میدونین، که معنیش یعنی این که از همون اول دم زن رو بچین که دیگه نتونه بعداً از تو چیزی بخواد، یا اینکه خواسته هایی رو از تو داشته باشه، و یه جور باهاش برخورد بکن که اگه تو هم مدل دیکتاتوری یا مدل زورگویی باش برخورد میکنی اون قبول بکنه، در صورتی که این سنت و این گذشته میتونه تأثیر بسیار منفی رو بذاره روی زندگی زن و شویی و فرزندان عزیز بیگناه و معصوم. اینو در نظر بگیرین که وقتی که ما به سنت، ما خیلی خیلی واقعا چیزهای زیبا از لحاظ ایرانی بودنمون داریم، اون قلب پر از گرما و محبت، و چقدر این سنت میتونه زیبا باشه، ولی این که میرسه به این که مرد باید زن رو کنترل بکنه، بچه ها رو کنترل بکنه و باید هر حرفی که میزنه اطرافیان تعظیم بهش بکنن و حرفهای او رو بپذیرن، حتی اگه منطق کنار خواسته های این شخص نباشه، در حقیقت این همه میدونیم سازنده نیست، مخرب هستش. حالا اینم در نظر بگیرین که اقوام این شخص اگه باهاش همدلی بکنن و اگه بگن خوب کاری میکنی، زن تو و فرزندان تو باید از تو حساب ببرن، کمال بیرحمی و پسفطرتی رو به این شخص و به آدمهای بیگناه و معصوم دارن واقعا انجام میدن، غیر مستقیمن، و چقدر این موضوع میتونه دردناک باشه. ولی اگه اقوام این شخص برگردن و به این مرد بگن که با زور، با ایرادگیری، با منفیگرایی شما به جایی نمیرسی، ولی اگه با محبت و اینی که احترام بذاری به خواسته های عزیزانت، خیلی میتونی جلو بری در زندگی و از لحاظ روابط عاطفی هم میتونی رابطه نسبتا خوبی رو داشته باشی. پس اینی که دخالت خانواده ها میتونه مخرب باشه، اینجا واقعا میتونه یک زندگی رو متلاشی بکنه و خیلی میتونه خطرناک باشه. پس عزیزانم که دارین صدای منو میشنوین، یادتون باشه من هفته آینده هم راجع به زن زورگو خواهم صحبت کرد. امروز دارم تمرکز میکنم روی مرد زورگو، برای اینکه یه مقدار بتونم راجب سنت ما و پیام‌هایی رو که یک مرد از زمان کودکی میگیره یه مقدار ممکنه بتونم صحیح بکنم برای شما عزیزانم. همونطوری که میگفتم بینندگان عزیز، اون مرد زورگویی که پیام‌هایی رو از سن پایین گرفته که مرد باید خشن باشه، حرفش رو باید همه بپذیرن و میتونه کنترل بکنه و میتونه ایراد بگیره، این پیام ها مثل گوشت با خون عجین میشن، یعنی اینترنالایز میشن در درون این شخص. به علاوه این که اینو یادتون نره،
خود این موضوع یک نوع خودشیفتگیه واقعا. یعنی چی؟ یعنی من که مرد هستم، مطرح هستم، مهم هستم، نیاز و خواسته های من باید برآورده بشن و شما باید دور من بگردین. یعنی من از شما در حقیقت بالاتر و برتر هستم. این خودش واقعا موضوع بیمارگونه ای هست. و حالا شما اختلالات روانی رو هم کنارش بذارین که این شخص نتونه از خشم خودش با خشم خودش مبارزه بکنه و نتونه واقعا با مشکلات زندگی مبارزه بکنه، وقتی وارد رابطه عاطفی جدی ازدواج میشه و صاحب فرزندان میشه دیگه نمیدونه با این استرس چجوری کنار بیاد. معلومه که وقتی که در دوران کودکی و نوجوانی بوده و همه به او میرسیدن و فقط مواظب و مراقب خودش بوده، زندگی عالی بوده و همونطوری که میخواسته جلو میرفته، ولی وقتی که مسئولیت داره این شخص در زمانی که دیگه واقعا کامیتمنت داده به همسرش و به بچه ها، دیگه موضوع فرق میکنه. و همین اشخاص بعضی مواقع متاسفانه کنترل از دستشون خارج میشه و متاسفانه پلیس اینوالو میشه و حتی زندانی میشن. و هنوز وقتی میرن کلاس های انگر منیجمنت، هنوز ممکنه اطرافیانشون رو بلیم بکنن، مثل اینکه اگه فرزندان من به من گوش میدادن منم زندانی نمیشدم. ببینید چقدر این شخص میتونه واقعا بیمار باشه و احتیاج داشته باشه که کمک بگیره، ولی هنوز روی اون ایگو یا منش که احساس میکنه که بالاترین و بهترینه و بدون عیب و ایراده، نگه میداره این بیمار رو و پرورشش میده و موجب این میشه که روزی برسه که تک و تنها باشه و حتی اقوام خودش هم دیگه اونو نپذیرن، یعنی اونها هم قبول بکنن و به اینجا درجه برسن که به این نتیجه ببخشین برسن که واقعا این شخص یه شخصیه که بیماریش عود کرده و شاید هم همیشه خشمش رو وانمود میکردن که غیرت داره این شخص. این شخص خب خیلی بیش از حد، مثلا اگه دعواش می شده در مدرسه میخواسته که حقش اجحاف نشه، هزار جور ممکنه بهونه یا intellectualization، به انگلیسی میگیم defense mechanism، استفاده بشه برای توجیه کردن رفتار و برخورد بیمارگونه این شخص. حالا بخش دوم اینه، خانوم هایی که با این آقایون ازدواج کردن و نمیخوان که زندگیشون به هم بخوره و دلشون میخوان که یک جوری با هم کنار بیان و زیر یک سقف زندگی بکنن که فرزندان هم صدمه نبینن، اول توصیه من اینه که خیلی مهمه که این خانومهای عزیز هویت خودشون رو در نظر بگیرن. آیدنتیتی بسیار مهمه که وقتی از خواب بیدار میشین شما چه اهدافی برای خودتون دارین، چگونه نیاز و خواسته های خودتون رو برآورده میکنین به علاوه خواسته ها و نیازهای فرزندان عزیزتون رو. یعنی واقعا خیلی مهمه که تمرکز باشه روی روان، جسم و سلامت شما، این بسیار مهمه. به خواسته های این شخص زورگو وقتی واقعا منطقی هست میتونین واقعا برآورده کنین خواسته ها رو که تا حدی صلح و پیس باشه در منزل شما، چرا که نه، هنوز شما میتونین اون محبت و موقعی که این شخص میتونه خوب باشه بکنین. ولی وقتی خواسته هاش غیر منطقی هست، وقتی بی احترامی داره به شما و به فرزندان میکنه، به جایی که در همون محیط ادامه بدین و شما هم جوابشو بدین و بخواین با منطق به این شخص بفهمونین یا بقبولونین که اشتباه داره فکر میکنه، بدتر و بدتر میشه شرایط. برای اینکه یادتون باشه کسی که بیماره و طغیان میکنه و پرخاشگره کنترل نداره و ترمز درونی نداره، چگونه شما میتونی توقع داشته باشین که با شما
در مجادله بتونه واقعا درست حسابی کامیونیکیت بکنه و محترمانه. پس ببینید اگه شما یه همچین توقعی رو داشته باشین، شما خودتون رو در محیطی دارین قرار میدین که هم آسیب رو تجربه میکنین هم فرزندانتون. بنابراین در اون موقع بهترین راه اینه که دست فرزندانتون رو بگیرین یا صحبت بکنین اگه سن و سالشون به تینیجر هستن که الان پدر توی مود خوبی نیست یا عصبانیه، ما بریم خریدمون رو بکنیم و برگردیم، یا ما بریم با همدیگه فلان فیلم رو نگاه کنیم تا بابا آروم بشه. این میتونه باعث بشه که واقعا یه مقدار کاهش پیدا بکنه استرسی که ممکنه واقعا همتون دارین و اون تنش رو دارین تجربه میکنید که خیلی میتونه دردناک باشه. یه راه دیگه میتونه این باشه که موقعی که این شخص آرومه و موقعی که تو مود خوبی هستش، اون موقع باهاش صحبت بکنید و میتونین جملاتی رو استفاده بکنید که حالتی باشه که احساس نکنه به حریمش دارین اتک میکنین یا حمله میکنین. جملاتی باشه مثل من و بچه ها واقعا غمناک میشیم وقتی با ما اینطور برخورد میکنی، واقعا ما میلرزیم، نرو سیستممون به هم میریزه وقتی با ما بد رفتاری میکنی، ازت خواهش میکنم. حتی اگه کلمه کمک ممکنه احساس خوبی به این شخص نده، اگه میدونین شما مثلا دوست داره ورزش بکنه، ای کاش بتونی هفته 3-4 بار ورزش بکنی، من هم حمایتت میکنم. یعنی مدلی باشه که این شخص رو شرکتش بدین، اینوالوش بکنی در این تصمیم گیری که چگونه زندگی خانوادگی میتونه آرومتر باشه که خواسته های همه تا حدی برآورده بشه و فقط خواسته های این شخص نمیتونه مهم باشه. و میدونم این موضوع شمایی که صدای منو دارین گوش میدین میدونید خیلی غمناکه و بعضی وقتها با من صحبت که میکنین میگین مثل اینه که دارین با یک دیوار صحبت میکنین یا با یه سنگ که بیرحمه و اصلاً از لحاظ عاطفی شما رو حس نمیکنه، درک نمیکنه، همینطور هم بیرحمیش رو، سردیش رو یا هرچی میخواین اسمش رو بذارین، بیتفاوتیش رو انعکاس میده به فرزندان عزیزش. این هم هست که متاسفانه جمله‌ایه که خیلی از اونهایی که زور میگن استفاده میکنن، که به ما هم زور گفته شده. ما هم تو در این خانواده هایی بزرگ شدیم که ما پدرمون وارد منزل میشده یا نمیدونم مادر بزرگمون وارد میشده، میلرزیدیم، میترسیدیم و چی شد؟ و این باعث میشه که یعنی چی؟ یعنی دارین توجیه میکنین گذشته ای که شما هم صدمه دیدین. پس ایرادی نداره که به عزیزانتون در زمان حال صدمه بزنید، چون شما هم درد صدمه رو واقعا کشیدین. ببینید این اصلا با واقعیت، با ریالیتی جور در نمیاد همچین جمله ای، برای که ما میخوایم اتفاقا بهترین ورژن اون گذشته هامون باشیم. اگه به ما اجحاف شده، اگه به ما بی احترامی شده، اگه به ما بدی کردن، ما میخوایم اون آدمی باشیم که وجدان خودمون راحت باشه و احساس خوب و کنترل داشته باشیم به روی احساسات خودمون، حتی احساس خشم که همه ما باش مواجه میشیم. و این باعث بشه که ما بتونیم محبت و خوبی رو مثل آفتاب ریدییت کنیم به هم دیگه، نه اینکه بگیم که به خاطر اینکه به ما بدی شده پس ما هم میتونیم منفی و بدرفتاری با اطرافیانمون بکنیم. واقعا این درست نیست. این واقعا یه مایند یه آدمیه که داره میگه من ابیوز شدم و ابیوز خواهم کرد و میکنم ابیوز. بنابراین دلم میخواد با منطق به این حرف گوش بدین، به این جمله، که آیا واقعا معنی داره؟ آیا واقعا درسته؟ آیا واقعا اصلا خود شخصی که زور میگه آیا احساس خوبی راجع به خودش داره که داره یه حالتی رو مثل یک دیکتاتور یک نقشی رو بازی میکنه؟ و خیلی واقعا میتونه این کار نقش بیرحمی باشه، برای که همه ما قلب داریم، همه ما احساس داریم. حتی باورتون میشه اون کسی که
ممکنه یه نفر رو بکشه، ممکنه احساس داشته باشه برای اطرافیان دیگرش و حتی دلسوزی و دلجویی داشته باشه نسبت به اونهای دیگه، ولی ممکنه بین منطق و احساسش یه فاصله ای افتاده که واقعا اون رحم و انصاف و موقعی که خشمگین میشه تجربه نمیکنه. شما آدمهایی رو نگاه کنید که با خشونت برخورد میکنن و حتی ممکنه یه چوب بردارن و دیگرانو بزنن، اون موقع اصلا منطق کار نمیکنه. ولی موضوع اینه که آیا بعد از اینکه آسیب به دیگران میرسونن، آیا قبول میتونن بکنن که واقعا مشکل دارن و نیاز دارن که کمک بگیرن و یه مقدار این میتونه به اختلال شخصیتی کار داشته باشه، یه مقداریش به اختلالات روانی، یه مقدارم به پیامهایی که از اجتماع گرفتن و احساس میکنن که همون سنت و همون بی‌عدالتی رو میتونن اجرا بکنن و انعکاس بدن به اطرافیانشون. یعنی واقعا دلم میخواد راجع به این موضوع مهم فکر کنید. و باز هم دفعه سوم عزیزانم اینو ذکر میکنم که امروز راجع به مرد زورگو صحبت کردم، هفته دیگه راجع به زن زورگو. و یه مثال کوچیک دیگه راجع به زورگویی اینه که وقتی که مرد به زن مثل این که داره حقوق میده به سرپرست خانوادش یا کسی که خونش رو تمیز میکنه باهاش برخورد کنه و روزانه یا هفتگی یه پولی رو روی میز بذاره به زنش بده، این هم میتونه واقعا احساس منفی و درد رو واقعا انعکاس بده به خانومش. چقدر اطرافیان هستن راجع به این موضوع اشک میریزن که احساس میکنن با همسرشون یکی نیستن، احساس میکنن که مثل یک برده یا کنیز برای همسرشون و فرزندانشون هستن، ولی برخوردی که باهاشون میشه با سمبل پول، که پولی رو که همسر کنار براشون میذاره یه موقع کافیه یه موقع کافی نیست و این شخص میتونه دسترسی به بانک نداشته باشه و موقع امرجنسی ممکنه نتونه پولی که نیاز داره رو بهش دسترسی داشته باشه، میتونه واقعا از درون خوردش بکنه. ببینید اینم یک نوع از زورگویی میتونه باشه که ممکنه خیلی ها وقتی در خانواده هایی زندگی کردن که پدر کار میکرده و یه مبلغی رو تهیه میکرده برای مادر و فرزندان و کنار میذاشته برای اونها، در الان یعنی واقعا راجبش فکر بکنید که آیا این واقعا محترمانه میتونه باشه؟ زنی که نه از خودش چکینگ اکانت داشته باشه، نه بتونه یعنی چک بنویسه، نه کردیت کارت داشته باشه و فقط تکیه بکنه رو اون 20 دلار 50 دلاری که همسرش کنار براش بذاره که اون هم ممکنه با سختی به دست بیاره، چقدر میتونه دردناک باشه؟ پس ببینید زورگویی واقعا فقط این نیست که بی احترامی یا رفتار بد با یکی کرد، غیر مستقیمن هم با پسیو اگرسیو بودن یعنی خشم انفعالی میشه صدمه به اطرافیان زد. و چقدر از شما الان صدای منو گوش میدین فکر کنم واقعا احساس میکنید که یه همدلی با شما شده و دلم میخواد که هفته دیگه برنامه رو حتما دنبال بکنین و برای تکرار برنامه یادتون باشه دوشنبه شب ساعت 10:30 شب میتونین این برنامه رو دوباره مشاهده بکنین، از طریق فیسبوک و یوتیوب هم میتونید برنامه رو ببینید و چهارشنبه بعد از ظهرها ساعت 6:30 و سه‌شنبه شب در برنامه 670 راجع به مشکلات جنسی با شما عزیزان گفتگو خواهم داشت ساعت 9 شب. تا هفته آینده عزیزانم، روز و شب همگی شما عزیزانم خوش و آروم. لحظه های زندگی، برنامه ای از دکتر فرناز زنده دل، یک شنبه ها ساعت 10:30 بامداد و دوشنبه ها ساعت 10:30 شب از تلویزیون جهانی تصویر ایران.